چطور شد که یک دفعه این آقای ترامپ آمد در اوج و تمام رقبا رو کنار گذاشت؟ ببینید، اصلا باید به این پرداخت که چرا آقای ترامپ وارد این معرکه انتخابات میشه و چگونه است که یک حزبی که محافظه‌کارترین حزب آمریکا تلقی میشه در انتخابات میاد و یک باره کسی کاندیداش میشه که چندان هم از درون حزب نیست و چندان هم با مسائل محافظه‌کاری اون حزب نزدیک نیست. فقط تنها مسئله اصلیش مخالفت با رقیبشه و یا اینکه اصلا میخواد در انتخابات پیروز بشه. آقای ترامپ به هر حال پدیده ایست که نشون دهنده این است که در 8 سال گذشته حزب جمهوری‌خواه توان این که درون حزب رو به هم طوری نزدیک بکنه که در خط مشی محافظه‌کاران سنتی که همیشه نقش حزب بوده در اون نقش باقی بمونن. به این ترتیب شما میبینید که 3 نفری که در آخر مانده بودن تا امروز ظهر، خب آقای کیسی یک محافظه‌کار سنتیه، ولی آقای تد کروز یک محافظه‌کار تی پارتی است، یعنی پدیده‌ای که 8 سال داره اوج میگیره در حزب جمهوری‌خواه. ولی آقای ترامپ اصلا هیچ کدوم از این مسائل نیست، اعتراضی است به بنیاد حزب جمهوری‌خواه در درون حزب جمهوری‌خواه. عضو هست، میاد و توانش رو داره جذب میکنه کسانی رو که با او هم عقیده هستن علیه حزب، علیه اون چیزی که در آمریکا پیش میره و نمره میگیره و میاد بالا و خیلی راحت، چون اینجا کشور مقررات و عدد و این نوع مسائل هست و خود به خود چیز ندارن، شورای نگهبان هم ندارن، نظارت استصوابی هم وجود نداره، خود به خود ایشون میاد و کاندید میشه. آقای دکتر فصیحی عزیز، شما نظرتون چیه در مورد این بالا اومدن آقای ترامپ و شخصی که ما بیشتر به عنوان کسی که مسابقات ملکه زیبایی رو اسپانسر میشد و چهرهشون که با همون موش و از تعداد خانمهاش و اخبار و شایعات که در اطرافش بود بیشتر ایشون رو میشناختیم. هرگز من یکی فکر نمیکردم که ایشان یک زمانی کاندید ریاست جمهوری در بزرگترین کشور با قدرت جهان بشه. نظر شما در این باره چیه؟ من فکر میکنم که ما این هفته آخر هفته پیش یک جشنی بودش تو واشنگتن به نام کورسپاندنت دینر که اونجا رئیس جمهور رو بسیار اعتصانی که در کاخ سفید هستن اونجا میرن شوخی میکردن با جورنالیستا و خبرنگارا و اونجا یک اوباما یک شوخی کرد که فکر میکنم این مقدار جدی هستش. گفتش که این شخص اومدش هتلاش رو یک مقدار رونق بده، سرصداش بالا بکشه، دیدش عجب معرکه‌ایه و اینجا توش مونده. من فکر میکنم که این پدیده ترامپ یه پدیده میتونه بسیار خطرناک باشه برای آمریکا و این خطر رو چیز جدیدی نیست. شما موقعی که برمیگردیم به دوران پیدایش آمریکا هستن به عنوان یک کشور 240 سال پیش، یک سری بحثایی که اون موقع میشد میگفتن که خطری هستش برای دموکراسی آمریکا، برای ریپابلیک آمریکا، که اگر یک شخصی بره اونجا با عوام فریبی رأی مردم رو به دست بیاره میتونه کل دموکراسی رو به چالش بکشه. و راه حلی که اون موقع پیدا کردن 240 سال پیش اومدن گفتن که پس ما نمیتونیم اجازه بدیم که مردم مستقیما رئیس جمهور رو انتخاب کنن و اون یه سیستمی ساختن به نام الکتورال کالج، یعنی اشخاص مردم میرن دلگیت هایی یا نماینده هایی انتخاب میکنن که اون نمایندگان میرن رئیس جمهور انتخاب میکنن. این سیستم در 10-15-20 سال اول دوران آمریکا به اون شکلی که در نظر داشتن اتفاق افتاد، ولی بعدش چون سیستم سوس بود کم رنگتر و کم رنگتر شد تا جایی که امروز بیشتر و بیشتر مردم مستقیما دارن رئیس جمهور رو انتخاب میکنن. و در این نوع انتخابات، یعنی که شما موقعی که نگاه میکنین به قوه مجریه در کشوری مثل انگلستان، قوه مجریه شو که اون نخست وزیر هست و نمایندگان مجلس هستن که انتخاب میکنن. نمایندگان مجلس فریب نمیکنن به اون شکلی که مردم میتونن به سادگی فریب بکنن با شعارها. برای همین شما موقعی که نخست وزیرهای انگلستان همیشه نگاه میکنی آدمهای بسیار پخته ای هستن. شما احمدی نژاد ها و ترامپ ها رو نمیبینی که یک دفعه از هیچ جای میان با چند تا شعار عوام فریبی یک دفعه میتونن برن به سطح ریاست جمهوری. من فکر میکنم که امروز درسته که این اخبار اومده که ترامپ بالاخره نماینده جمهوری خواه شده
دو تا چیز هست. یکی اینکه یک بحران بزرگی برای حزب جمهوری خواه هست، جمهوری خواه هستش ریپابلیکن ها. حتی شما در این چند روز اخیر شما میبینید که مشاوران ارشد میت رامنی یا مکین گفتن که ما به هیچ وجه هنوز ترامپ رو سپورت نمی کنیم، حمایت نمی کنیم. و از سوی دیگه یک اخبار مهم دیگه که الان هنوز زیاد رو نشده ولی فکر میکنم بیشتر رو خواهد شد، اینه که موقعی که کانونشن جمهوری خواهان اتفاق بیفته در کلیولند در چند ماه آینده، همون روزی که این کانونشن برگزار میشه که به طور رسمی ترامپ رو بخوان نماینده کنن، ایالت نیویورک، دولت ایالت نیویورک لاسوتی فایل کرده در نیویورک علیه ترامپ به خاطر فراد یا حقوق بازی که در اون دانشگاه ترامپ انجام دادن. و این دادگاه ترامپ در همون روز کانونشن کلیولند اولین روز بررسی هستش به این شکایت. این من فکر میکنم که هنوز با اینکه امروز دیگه الان به نظر میرسه آب دیگه از میگن چی جویبار شده و از این حرفا گذشته و ترامپ نماینده جمهوری خواه است، من فکر میکنم هنوز خیلی راه درازی هستش تا تابستون و بعد نوامبر و هنوز معلوم نیست که چه اتفاقاتی میتونه بیفته برای این شخص و برای حزب جمهوری خواه. آقای گوهرزاده عزیز، آقای دکتر یک نکته جالبی رو مطرح کردن که گویا ایشان یک چیز دارن، یک مشکلی در نیویورک دارن و سو شدن، و آیا واقعا گذاشتن کنار این کار رو درست کردن که در اون روزی که باید بالاخره حزب جمهوری خواه تصمیم بگیره که ایشان کاندید رسمی حزب باشه و در همون روز دادگاه داره و گرفتاری داره و ممکنه اگر براش گرفتاری درست بشه یا مسئله پیش بیاد حزب میتونه شخص دیگری رو کاندید کنه؟ ببینیم داستان خانم کلینتون هم الان همین مشکل اونم داره پیدا میکنه. یعنی در آمریکا این اکتبر سورپرایز ممکنه زودتر اتفاق بیفته، هم برای خانم کلینتون هم برای آقای ترامپ. یعنی هر دو سوی قدرت در آمریکا دارن تلاشای خودشون رو میکنن، خانم یعنی مشکل آفرینی رو میکنن. آقای ترامپ این مشکلی که داره که این دانشگاهی که در سان دیگو اول این اعتراض ها و لاسود علیهش فایل شد، پولایی که از این دانشجوها گرفته بود و تمامی افتاد هنوز ادامه داره. مسئله سان دیگو رو بخشش اومد مثلا ستل کرد، ولی از نظر قوانین فدرال ایشون تموم نکرده ماجرا رو، ضمن اینکه حالا نیویورک رو هم داره، ضمن اینکه میتونه اینا از جای مختلف بیاد. ولی داستان این است که دیشب رهبر یعنی رئیس حزب جمهوری خواه خیلی با خوشحالی آقای ترامپ رو موقعی که اعلام کردن اوورد روی صحنه. به نظر میرسه که در درون حزب این ماجرای بروکن کانونشن که بتونن در کانونشن اون نماینده رو انتخاب بکنن، چون داستانش این شکلیه. بزنین چون شما پرسیدین، البته خیلی من چون از سال 2000 به هر دو کانونشن رفتم و میبینم اونجا چجوری نقش پیدا میکنه. در کانونشن شما این کسایی که دلیگیت هستن، حالا به قول آمریکایی دلیگیشن رو باید دلیور بکنن، یعنی این از عدد تبدیل میشن به آدم. یعنی شما الان یه عدد دارین، میگین 1237 1151، این حالا میشه یه آدم، میشه خانم جکسون، میشه مستر ویلیامز. این جکسون و ویلیامز در اونجا تصمیم گیرنده خودشه. برای همینه که همیشه این فرصت هست. یک بار در 1968 برای حزب دموکرات به وجود آمده، دموکرات ها اومدن یک کاری کردن که تا جایی که میتوانن اون رو ازش پیشگیری بکنن، ولی جمهوری خواه به دلیل اینکه عددشون دقیقا از هر ایالت به ایالت میاد میمونه، یعنی نمیتونن پیشگیری به این سادگی بکنن، میمونه که در کانونشن اگه این اتفاق بیفته و به قول معروف دلیور نکنن، نیارن و بیعت نکنن، به قول عربیش بیعت نکنن. چون ببینید در کانونشن که شروع میشه، اون شبی که میخوان اعلام بکنن که چه ایالتی داره اینو رسمی میکنه، در عموما در شب دوم اتفاق میفته. در شب دوم به این شکل هستش که به ترتیب حروف الفا مثلا میگن آرکانسا بلند میشه، میگه که ما تمام مثلا 37 رأیمون رو میدیم به آقای ترامپ. اونجاست که میتونه اگر در فاصله این قضیه مشکلی پیش اومده باشه یا لابی کرده باشن گروه های دیگه علیه این مسائل، یا درون حزب تصمیم گرفته باشه که این ماجرا رو جا به جا بکنن، اونجاست که اون میتونه به قول معروف اون دلیور نشه،
یکی از این اعضا و حتی هیچ کدوم از اینا فردی از بیرون بیاد و کاندیدا بشه، این شدنی، مقررات حزب این رو اجازه میده و به این ترتیب باید منتظر بود که ببینیم که تا چه اندازه این رضایت در درون حزب جمهوری خواه برای اینکه بروکن کانونشن رو داشته باشه، کسی رو بیاره که بتونه جای آقای ترامپ باشه یا نه واگذار بکنه به این مسئله و ازش رد بشه. این مشکلی است که حزب جمهوری خواه در درونش داره. در زمان آقای ریگان وقتی اینها آمدن، محافظه‌کاران سنتی تبدیل شدن آرام آرام برای اینکه می‌خواستن از اتحاد شوروی پیروز بشن، محافظه‌کاران نوین، پدران این محافظه‌کاران نوین که آقای جورج بوش رو انتخاب کردن، پدران اینا در زمان ریگان طرحی نوشتن برای اینکه چگونه آمریکا رو در قرن نوین به پیش ببرن. اون موقع خیلی بیشتر فقط تنها برنامه کارشون مسئله سقوط اتحاد شوروی و مسائل موشکی و این پیمانی بود که با اتحاد شوروی بستن. ولی همین ماجرا رو در زمان جورج بوش پدر که به پایان رسید در 1991 دوباره اینو بازنویسی کردن، دادن که استفاده بشه، هیچ وقت استفاده نتونستن بکنن. نه آقای کلینتون بهش علاقه داشت، نه خود حزبشون تونست پیروز بشه که اینو پیش ببره. در سال 2000 نو محافظه‌کاران قدرتمند جدید اینو بازنویسی شد که در 1996 تموم کرده بودن، وارد اینجا کردن که حالا باید قدرت رو بگیرن و دیدیم که حالا چه اتفاقی افتاد و جورج بوش اومد و اون چه در این 8 سال گذشت در دوران آقای بوش دقیقاً اون چیزی بود که در برای اون Project for American New Century نوشته شده بود. 30 خورده ای از اون آدمایی که اون رو امضا کرده بودن، 17 نفرشون آمدن رفتن در کابینه آقای بوش قدرت گرفتن، از آقای ولفوویتس گرفته تا بقیه. در این پیروزی 8 ساله که نداشتن، با آمدن آقای اوباما این اختلاف که دیگه نو محافظه‌کاران نتونن قدرت داشته باشن، دیگه آقای کارلو رو می‌بینید دیگه ناپدید میشه بعد از آمدن آقای اوباما. از اینجاست که این تفاوتی ایجاد میشه. به نظر من میگم که حزب جمهوری خواه نتوانست گلیم خودش رو در درون خودش به هم ببافه و سه بخش دست کم عمده در درون حزب رشد کرده و خود به خود ترامپ یه بخشی رو نمایندگی میکنه. منتها ترامپ همونطور که جناب فصیحی هم اشاره کردن یه آدمی است که از حرکت‌های پاپولیستی داره استفاده میکنه و این مشکل خواهد داشت برای یه حزب در موقعی که به ماه نوامبر نزدیک میشه. خب اجازه بدین که برم خدمت آقای دکتر فصیحی. آقای دکتر عزیز، من میدونم که شما بسیار در کار مسائل سیاسی فعال هستید و کارهاتون رو در مورد نوزایی ایرانی در جریان بودم و میدونم که چقدر علاقه دارین به میهنتون و چقدر دارین کوشش میکنین. از نظر شما اگر این آقای ترامپ رئیس جمهور بشه، در ایران و روابطش با ایران اگر بیاد در قدرت قرار بگیره، روابطش با ایران و این حکومت فعلی ایران از نظر شما چگونه خواهد شد؟ ببینید، من از سالها پیش یک تصمیمی گرفتم نسبت به سیاست آمریکا و موضع خودم نسبت به احزاب مختلف در آمریکا و در برابر ایران و مشکلاتی که ایران داریم، و اون اینه که هیچ کدوم از احزاب که در آمریکا هستن و هیچ کدوم از کاندیدایی که در آمریکا هستن دلشون برای ایران نسوخته و دلشون برای منافع ایران نسوخته. اینها برای منافع خودشون کار میکنن و همیشه موقع هر تصمیمی که بگیرن اول برای منافع آمریکا خواهد بود و بعد شاید این میتونه برای منافع کشورهای دیگه مثبت باشه یا منفی باشه. برای همین من نگاه هم به کاندیدهای مختلف این نیستش که کدومشون برای ایران بهتر هستن. نگاه من برای ایران اینه که ما چی کار میتونیم بکنیم برای ایران، ما چه جور میتونیم برای ایران مبارزه کنیم، خودمون رو سازماندهی کنیم. و اصلا اصولا من فکر میکنم اپوزیسیون ایران و کسانی که برای آزادی و منافع ملی ایران کار میکنن نباید دست به دامن هیچ کاندیدی یا هیچ رئیس جمهوری یا هیچ حزبی در خارج با هیچ دولت بیگانه‌ای بشن. این یه مشکل درونی ما داریم با خودمون، ما اینو باید حل کنیم و اینو باید ما متوجه این قضیه بشیم. ما موقعی که به ترامپ و گروه دموکرات نگاه میکنیم، من شخصا خودم نگاه هم به پالیسی هایی هستش که برمیگرده به درون آمریکا. نگاه اینها به بهداشت، نگاه اینها به فقر، عدالت اجتماعی، به مشکلات دانشگاهی، و اینها برای من مهمتره حتی برای به عنوان یک فعال سیاسی.
از نظر اینکه ترامپ اگر که بیاد سر کار، ترامپ من فکر میکنم که با این شعارهایی که داده و با این راه پوپولیستی که هستش، بدون شک میخواد تشنج ایجاد خواهد کرد، نه تنها با ایران، حتی با اروپا، با چین، با کره، با ژاپن. بسیار حرفایی که میزنه تشنج‌زا هستش و برای روابط خارجی آمریکا فکر میکنم که دوباره برمیگردم به شوخی که اوباما کردش روز شنبه، گفتش که ترامپ تجربه بسیار داره با نمایندگان کشورهای مختلفی مذاکره کرده، ملاقات کرده. مثالش هستش ملکه زیبایی ونزوئلا، ملکه زیبایی آذربایجان، ملکه زیبایی برزیل. من فکر میکنم که در امور خارجی ترامپ بسیار ضعیف هستش. و اینکه اگر که از اون بر قضیه هیلری کلینتون یا دموکرات‌ها بیان سر کار، هیلری کلینتون و دموکرات‌ها اگه نگاه کنین، خود ادمنستریشن اوباما رو نگاه کنین، شدیدترین سانکشن ها و حصر اقتصادی، فشار سیاسی که روی کشوری گذاشته شد زمان اوباما گذاشته شد و بزرگترین توافقی که بهش رسیدن همون زمان اوباما بود. یعنی که اینها براشون مهم نیستش که در ایران چه اتفاقی میفته و چه خواهد شد، اینها براشون فقط منافع خودشون مهمه. اون کاری که ما باید بکنیم برای نوزای ایرانی، برای رنسانس در ایران، برای آزادی و آبادی ایران، اینه که خودمون باید رو پای خودمون بیستیم، خودمون باید خودمون رو سازماندهی کنیم، خودمون باید راه و روش مبارزه رو شکل بدیم. موقعی که بزرگ شدیم، موقعی که یک جنبشی راه افتاد، اگر که رئیس جمهوری سر کار باشه و ببینه که این جنبش به نفع منافع ملی آمریکا هستش، از اون حمایت خواهد کرد. و بزرگترین سنجشی که انجام میدن برای این کار اینه که آیا این جنبشی که سر کار میاد جنبشی هستش یا گروهی هستش که ما بهشون بتونیم باشون که برای میتونه برای خاورمیانه ثبات بیاره، ما میتونیم باشون داد و ستد بکنیم، ما میتونیم باشون مذاکره کنیم. و برای اینکه این کار انجام بشه، جنبشی که ما باید بر راه بندازیم باید جنبشی باشه که بزرگی و مدنیت انسانیت ایرانیان رو نشون بده. و اگر این که ما بتونیم جنبشی داشته باشیم که اینو نشون بده، یعنی نوزایی ایرانی داشته باشیم که انسانیت و مدنیت و بزرگی ما رو نشون بده، بدون شک رئیس جمهور آمریکا و دول اروپا از اون حمایت خواهند کرد. اگر که جنبشی باشه که خطرناک باشه، خشن باشه، ثبات رو بتونه از اون چی که هست بیشتر به هم بزنه، فکر نمی‌کنم که هیچ رئیس جمهوری ازش حمایت بکنه. ممنونم از صحبتاتون آقای دکتر عزیز. آقای گوهرزاد، قبل از اینکه برنامه رو آغاز بکنیم، نیم ساعتی پیش ما داشتیم تلفنی با هم صحبت میکردیم، شما فرمودین که این آقای ترامپ الان یک ساله که عضو حزب جمهوری خواه شده و هر کسی که $25 بده به حزب میتونه عضو بشه. ایشان از یک سال پیش پس برنامه ریزی کرده بوده برای اینکه بیاد و با پرداخت $25 آمده امروز داره یواش یواش مرد خبرساز سیاست جهان میشه. من و شما بریم $25 بدیم میتونیم عضو حزب بشیم؟ البته من عدد 25 رو با شوخی گفتم برای اینکه شما میتونیم برین عضو حزب بشین و هیچی نپردازین، ولی خب این عددهای 5 10 15 25 که میاد برای کمک‌های مالی خود به خود برای هر دو حزب این هست، یعنی هیچ فرقی نمی‌کنه. شما میتونید عضو حزب بشین بدون پرداخت، میتونید عضو حزب بشین با پرداخت. ولی مسئله اینه، اون چیزی که من بیش اشاره کردم اینه که واقعیت این بود که ترامپ عضو حزب جمهوری‌خواه نبود. این اولام در هنگامی که ایشون آمد وارد دور شد، این رقبای درون حزبیش همین ایراد رو بهش گرفتن و این منتها این مسئله در آمریکا مثل یک خبر سعی میاد و سریع میره. شما حالا یه چیز جالبی بهتون بگم، شما اگه الان هم به این انتخابات در درون آمریکا نگاه بکنین، میبینین که همین ماجرا در درون، ولی شما یعنی دیده نمیشه که یک آدمی چند نفر در حزب در اونجا کاندید هستن. الان نگاه کنید ببینید که مثلا برای کالیفرنیا به فرض پیش رو هست چند نفر، شما اسم دو نفر رو میبینید یا سه نفر یا چهار نفر رو میبینید، ولی وقتی نگاه میکنید میبینید که این تعداد بیشتر از این حرف ها هست، 13 نفر، 14 نفر. بعد حتی در بعضی مواقع در من نگاه میکردم مثلا برای اوائل ایالت های نخستشون خود حزب دموکرات با اینکه 3 نفرشون رو ما دیدیم، یه دفعه میبینید 17 نفر نامش هست. حتی برای کاندیداتوری هم میشه به راحتی نام نوشت. چند در فکر کنم که تقریبا در
بوده 15 20 سال پیش بود، یک دو تا ایرانی از سان دیگو و این سوانسو نام نوشته بودن برای ریاست جمهوری، برای فرمانداری همه چیز. شما میرید حق ثبت نام رو میدین، نه برای مسئله، اصلا شما میرید حق ثبت نام رو میدین و کاندید میکنی خودتون رو از به عنوان منفرد، به عنوان هر چیز دیگه. مسئله این است که در این روند آیا شما از یکی از این دو تا حزب هستین و میتونیم بیاین در تبلیغات و پول جمع کردن و وارد گود شدن نیرو رو به خودتون جلب کنین یا نه، وگرنه از نظر قانونی و ثبت نام هر کسی میتونه بره ثبت نام بکنه. و این داستان 25 رو البته من به شوخی گفتم، چون من عددش من یه گفتم که هر کسی میتونه بره، بنده خودم 10 دلار دادم در یک حزبی عضو هستم، خب من 10 دلار سالی میدم، هیچ تفاوتی هم نمیکنه که 10 دلار دادم یا 100 دلار یا 1000 دلار دادم، من 10 دلار دادم عضو بشم. ولی یه نکته ای رو جناب فصیح اشاره کردن که به درستی بهش اشاره کردن، مسئله این که چه کسی در آمریکا، چون نگاه ایرانی ها این گونه هست از بخت بد، یعنی حتی چه اپوزیسیونش چه مردمی که عضو هیچ حزب و دسته و سازمان سیاسی نیستن ولی مخالفن، در دورانی که اگر یادتون باشه جنبش سبز پیش آمد، مردم این شعار این که اوباما با مایی یا با اونا، و بعد خانم کلینتون در اون زمان اومد گفت ما ازشون خواستیم برای حمایت، اونا نخواستن. در ایران هم که دیدین که حتی آقای موسوی و بقیه اومدن گفتن که ما نمیخوایم این ماجرا اتفاق بیفته. این که اونها بخواهن یا نخواهن یا از این سو تا اون سو چقدر تأثیر میکنه، این خواست یا ناخواست، مسئله منطقه است، مسئله که مطرح است. ولی اون چه که اهمیت داره و جناب فصیح به درستی بهش اشاره کردم و به نظرم میاد که همیشه باید در همه جا هر سازمانی بهش اشاره بکنه، هر گروهی بهش اشاره کنه، این هست که آینده یک کشور رو باید مردم اون کشور تعیین کنن. آینده یک کشور رو اگر سپردی به دست همسایه، سپردی به دست یک کشور دیگه در اون سوتر، اولین منفعت اون آدم این هستش که منافع خودش رو تامین کنه، و اینم یک واقعیته. هیچ کاریش هم نمیشه کرد، درستم هست، اون کشور میخواد منافع خودش رو داشته باشه. این نکته ای که آقای فصیح میگه من واقعا روش خیلی خوب است که ایشون بهش اشاره کرد، تاکید باید کرد. این که همه بسیاری از سازمان‌های سیاسی هستن بدون اینکه من نامشون رو ببرم، در این 37 سال ببینید در این 10-15 سال گذشته مدام در واشنگتن بودن، پولای کلان دادن، آدمای مختلف از سناتورها از هر دو حزب رو فرماندارها آوردن براشون سخنرانی کنن، قصدشون این هستش که با سنجاق شدن به یکی از اینها بتونن برگردن یا قدرت رو بگیرن یا هر کاری میخوان بکنن. این ماجرا شدنی نیست، مال یک حزب دو حزب هم نیست، خود به خود هر حزبی که میره و تقاضایی میکنه از یک کشور دیگه، این باید بدونه که داره از چه راهی وارد میشه. ولی اعتبار این مسائل هم دیگه بین رفته، یعنی آقای چلبی در عراق به ظاهر شاید دوران کوتاهی اومد ولی دیگه نتونست. دوران چلبی سازی و این نوع مسائل هم از سوی غرب تمام شده، هم بهتر از همونجور که آقای فصیح هم باز من تاکید میکنم به حرف این دوست عزیزمون، تکلیف یک کشور رو باید مردمش روشن بکنن، شیوهش هم باید مردمش روشن کنن، گذر از حکومت جمهوری اسلامی را باید مردم سامان بدن، هر دستورالعمل نسخه صادر شده از سوی هر کشوری در هر جای جهان پاسخش اونی خواهد بود که یک مشکل بزرگتر رو میآفرینه. ما همیشه با این مسئله روبرو بودیم. اجازه بدید قبل از اینکه از دوستانمون من سوال داشته باشم، یه نکته ای رو خودم بگم که نمیتونم نگم. آقای گوهرزاد گفتن که خانم کلینتون در همون ماجرای سال 88 گفته بودن ما ازشون خواستیم حمایت بکنن، گفتن نه. خانم کلینتون و دولت آمریکا از چه کسی خواسته بوده؟ از آقای موسوی؟ آقای موسوی خودش کاندید ریاست جمهوری در ایران بوده و جز و همون دار و دسته هست و بود و اینها، از اینکه رأی نیاورده بوده و در انتخابات تقلب شده بوده اعتراض کرده بوده. اون چرا که مردم توقع داشتن از آقای کلینتون که اون موقع در همون سال 88 جنبش سبز چنان در دنیا صدا کرد که حتی رقصندگان ایتالیایی هم دستبند سبز بستن، همه جا مردم به دنبال این رفتن، نه برای خاطر آقای موسوی، برای خاطر ملتی که در خیابان‌ها بودند، میلیون‌ها نفری که اونجا بودند، آدم‌هایی که کشته شدند، ندایی که تیر خورد. ما حمایت
دنیا رو از مردم میخواستیم برای که نجات پیدا بکنه، نه از آقای موسوی. ببخشید من نظرمو گفتم. من میتونم در اینجا یک نکته بگم. منم هیچ مشکلی با این مسئله که شما فرمودین ندارم. من دارم نقل میکنم. ببینید وقتی 3.5 میلیون نفر در خیابان هستن، وقتی شما میگین که چرا اینا کشورها چیکار میتونستن این کشورها بکنن، باید با 3.5 میلیون نفر تماس بگیرن. آسون ترین راه برای اینها این هستش که نگاه میکنه من با خوب و بدی اصلا موسوی کاری نداره. موسوی در خود این حکومت بوده، نخست وزیرشون بوده برای 8 سال. اگرم روی کار میمد تغییر چندانی میتونست در حکومت ایجاد نکنه. اصلاح طلبتر از آقای موسوی، آقای خاتمی هم اومد کاری نکرد. اصلا اون تکلیف اونها روشنه. بحث در این هستش که وقتی یک خواست مردم میگفتن از ما حمایت کن، چگونه باید حمایت میکردن، خود به خود همیشه به این منتقل میشد که اون کسی رو که ظاهر دیده میشه در خیابون مردم میخوانش، خب میره از اون حمایت میکرد. ولی واقعیت یه چیزه، واقعیت اینه که فرض کنیم این سناریو درست در میمد، ببینید به دوچار چه مسائلی در پس اون میشد. اینها که نمیمدن از تو ببرن بگن که خب حالا چون اینجوری شده از این سازمان از اون سازمان میره. حمایت غربی ها هر کدوم میخواد باشه، با هر رئیس جمهوری میخواد باشه، با هر وزیر خارجی میخواد باشه، پاسخگوی نیاز مردم نیست. من این مثال رو برای این زدم، برای اینکه این به طور شعار در اومده بود و فکر میکردن که باید، یعنی آویزون میخواستن به این شکل که بشن غربی ها براشون یه نسخه بنویسن. و از بخت بعد این من باور دارم این است که مردم باید نسخه خودشون رو خودشون بنویسن. کشورهای غربی میتوانن یک حمایت بزرگ کنن و اون این است در برابر خواست مردم نیستن. وقتی اعتراضات خیابونی میاد در برابر خواست مردم نیستن برای منافع خودشون، این بزرگترین حمایتی است که میتونن بکنن. این حمایتی بود که از آفریقای جنوبی و آقای ماندلا کردن، خواست مردم رو بهش پیوند زدن، جلوش نایستادن. وگرنه منافع کشورهای غربی به ویژه آمریکا و کشورهای بزرگ اروپایی در زمان آفریقای جنوبی بیشترین بود که نگذارن اصلا آقای ماندلا بیاد بیرون. بزرگترین حمایتی که مردم کردن در برابر مردم به خاطر منافع خودشون نایستادن. اجازه بدید باز من میخوام برم به سراغ آقای دکتر، ولی یه نکته، یه چیزایی تو دلم میمونه. ببینید زمان انقلاب وسایل ارتباط جمعی غرب، آمریکایی ها و اروپایی ها در عرض 2 هفته خمینی رو معروف ترین چهره جهان کردن. حتی مجله پلی بوی هم عکس ایشون رو پخش کرد. هر کجا میرفتی در کشورهای اروپایی جرایت همیشه تصویر خمینی رو داشتن، بر روزنامه ها و تلویزیون ها و رادیو ها و غیره، و این انعکاس جهانی. اون چرا که من میگم حمایتی است که وسایل ارتباط جمعی از یک قیام مردم باید بکنن و به دنبال حقیقت و دموکراسی باشن. ببخشید من مهمان دعوت کردم، خودم دارم بیشتر از مهمانم هم صحبت میکنم. آقای دکتر امیر فصیحی عزیز بفرمایید نظر شما چی؟ من ببینید فکر میکنم راه حل یه چیزی ما بین این صحبتهایی که ما میکنیم، ما موقعی که برمیگردیم به آفریقای جنوبی ماندلا و هر مبارزه یک علیه حکومت های سرکوبگر، ما اولا راهمون باید مشخص باشه. اگر که راه ما اون شکلی که ما در رنسانس ایرانی نافرمانی مدنی میبینیم، یکی از اهداف نافرمانی مدنی گرفتن حقانیت اخلاقی هستش در برابر جهانیان. یعنی ما موقعی که شما صحبت نافرمانی مدنی میکنه، یعنی نافرمانی همراه با مدنیت، انسانیت، بزرگی مردم رو نشون میده. موقعی که این راه رو در آفریقای جنوبی طی کردن مندلان و همیاران اونها، مردم جهان اومدن پشتشون. یعنی که اومدن در ومبلی استادیوم ومبلی یک کنسرت 100 هزار نفری گذاشتن برای ماندلا که در زندان بود. اومدن در رسانه‌های آمریکا و اروپا انقدر شلوغ کردن، انقدر صدا کردن، گفتن که اینها حقانیت اخلاقی دارن. در حالی که 10 سال 15 سال پیش از همون ماندلا موقع که در زندان بود، چون که روشی که داشت استفاده می‌کرد روش مبارزات مسلحانه بود، دنیا اصلا توجهی بهشون نمیکردن، مردم، خوانندگان، هنرمندان توجهی بهشون نمیکردن. این راهی که ما میریم خیلی مهم هستش و این راه برای ما باید
یک راهی باشه که حقانیت اخلاقی رو بیاره، یعنی از نظر اخلاقی راه درستی باشه. و دلیلی که من اصلا کتابم اساسش نافرمانی مدنی با جشنهای ملی هستش این هست که شما برای یه راهی که میرین فقط کافی نیستش که برین تو خیابون حالا با سکوت یا با شعار یا با هر شکلی دیگه ای سعی کنین توجه جهان رو جلب کنین، باید پشتش فلسفه‌ای باشه، باید پشتش یک اخلاقی باشه که این اخلاق مورد پذیرش جهانیان قرار بگیره. و اگر که این اخلاق مورد پذیرش جهانیان قرار بگیره، دول غربی هم، اروپا و آمریکا هم، خود به خود هم رسانه‌های دولتی که ضعیفن اینجا نسبتاً به رسانه‌های مستقل مانند CNN و اینا، این رسانه‌های مستقل که 100% میان پشت اون مردمی که مظلومیت خودشون نشون میدن، و حتی ولی رسانه‌های دولتی هم مانند BBC و صدای آمریکا هم در اون مرحله دیگه چاره‌ای ندارن به جز اینکه بیان پشت مردم، و اون موقع هستش که ادمنستریشن ها و دولت ها میان پشت مردم. ولی این راه خیلی مهمه که ما بریم که نشون بدیم که از نظر اخلاقی این جنبشی که داره شکل میگیره یک جنبشیه که حقانیت میتونه پیدا کنه. یک مشکلی که در جنبش سبز بود، دلیلی که جنبش سبز شکست خورد اینه که حقانیت اخلاقی نتونست به دست بیاره، برای اینکه رهبران اون جنبش برمیگشتن گفتن ما جمهوری اسلامی میخوایم، یعنی جمهوری تبعیضی میخوایم، و بسیاری در خارج بودن، در آمریکا بودن، اروپا بودن، خود من بودم که اون لحظه دیگه گفتم من نمیتونم به عنوان اخلاقی اینا رو هم حمایت کنم، از این جنبش حمایت کنم. و همین شکل اتفاق افتاد، اشخاصی مثل من ده ها هزار، صدها هزار نفر بودن، و صدایی که از ماها اومد بیرون که این جنبش باید برای همه ایرانیان باشه، نه فقط برای کسانی که در چارچوب جمهوری اسلامی میخوان فعالیت کنن، این موجب شدش که بخشی از این قضیه بودش که صداهای مقدار کمرنگ شد در خارج، فرا از اینکه خود موسوی و کروبینا در حال میخواستن در چارچوب جمهوری اسلامی و آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی باشن و نمیخواستن با غرب همکاری کنن به هیچ عنوان. ما باید با غرب همکاری کنیم، باید یاد بگیریم که چه شکلی از حمایت اونا برخوردار بشیم. ولی این حمایت برخوردار شدن از لابی نیستش، این حمایت برخوردار شدن از روش و حقانیت اخلاقیه که شما به دست میارین در اون راهی که میرین. اگه شما راه شما راه انسانی باشه، مدنی باشه، بزرگی شما رو نشون بده در نافرمانی، خود به خود شما حمایت مردم خارج و سپس دول خارج رو به دست میارین. آیا فکر نمی‌کنین آقای دکتر، آقای گوهرزاده عزیز، نمیخوام وارد این بحث بشم، که ما رهبری نداشتیم؟ یعنی وقتی که نگاه میکنیم به تاریخ، به انقلابهای مخملی، میبینیم چکسلواکی هاول رو داشت و هندوستان گاندی رو داشت و آفریقای جنوبی ماندلا رو داشت. ما در اون موقعی که 3 میلیون نفر در خیابانها بودن و دنیا خبرهاشو داشت پخش میکرد، هر کجا که میرفتی صحبت از گروه سبز بود و صحبت از کشوری بود که همه می دونستن که زیر بار دیکتاتوری بود و مردم به خیابان‌ها آمدن. ما در اپوزیسیون در بسیاری از مراحل شاید رهبر درستی نداشتیم که بتونه از این قیام، از این اجتماع آنچنان حمایت بکنه که مثل نقش هاول یا نقش ماندلا یا نقش گاندی رو بتونه بازی بکنه. نمیخوام بگم ایراد بگیرم از چیزی، ولی همیشه این موضوع منو رنج داده. ببینید آقای کاردان، بحث جنبش سبز و اینکه جنبش سبز در کدام مسیر افتاد، بسیار میشه صحبت کرد، بسیار نکاتی هم در مقابل کم رنگ شدنش مطرح هستش. جنبش سبز آمد و با این داستان رأی من کو آغاز شد. وقتی که تکلیف رأی، حالا چه مثبتش منفیش، چه این سو به اون سو، تمام شد، جنبش نتوانست اون چیزهایی رو که میخواست و فراتر از مسئله رأی من کو اونو سازماندهی بکنه. این که رهبر نداشت و بیرون و در ایران در کجا نداشتیم، هیچی نداشتیم، این یک مشکلی است که در 37 سال گذشته ما این تجربه بد رو داشتیم که سازمانهای سیاسی در برون مرز نتوانستن حرف مشترکی رو مطرح بکنن. در ضمن دوران یک رهبر کاریزماتیک و یک رهبر فردی هم سالهاست دیگه به سر آمده، یعنی کشورها از این مسیر شاید به سختی عبور میکنن، مسائل فرق میکنه.
حتی خانم آنگ سان سوچی که آمد و اون کار رو و الان قدرت رو گرفته، حکومت رو در کشورش جابجا نکرده. این خانم در با 11 سال در خانه ماندن و مبارزه کردن توانست حزبش رو در پارلمان به سبب سیستم پارلمانی قدرتی ببخشه و قدرت رو جابجا بکنه، وگرنه نه حکومت سرنگون کرده نه چیز دیگه. مسائل کشورها با هم متفاوتن، همونطور که آقای دکتر فصیح به یک نکته در مورد آفریقای جنوبی اشاره کردن، مسئله آفریقای جنوبی نوع خودش، من مثالی که زدم برای این نبود که بگویم که ما بعد اون مسیر رو میرفتیم. لهستان و لخوالسا از یک مسیر دیگه رفتن. کشورها مسیرهای متفاوتی رو بر اساس بافت سیاسی اجتماعی و شکل‌گیری و قدرت‌گیری سازمان‌های اجتماعی و از همه مهمتر مسائل جامعه مدنی که رشد میکنه، در این جامعه مدنی چه به کدوم مسیر داره میره و خواستش چیه و مطالباتش چیه، به مرور این رو شکل میده. ما در این 37 سال با یک حکومت مستبد همواره با بنبست‌های مختلف با این روبرو شدیم. من از نظر اینکه سازمان‌های سیاسی در بیرون مرز چقدر در برون مرز نتوانستن و اون حالا مسئله ایش شده و در اون هم همیشه با یک بنبست بزرگ، اونم به سبب اقتدار استبداد داشتیم، به این سادگی نبوده. یعنی مردم آمدن در جنبش سبز ولی نتوانستن به مسیری بروند که نیازشون بود. آقای دکتر عزیز، آقای دکتر فصیح، من میدونم که راهی رو که مثلا هاول رفت در چکسلواکی برای چکسلواکی درست بود و راهی رو که گاندی رفت در هندوستان برای اون کشور بزرگ درست بود و همینطور ماندلا، همینطور که آقای گوهرزاد اشاره کردن، ماندلا چیزی تغییر نداد، حتی رئیس جمهور اونجا رو آورد معاون خودش کرد. خب تا اونجایی که من میدونم. ولی ایران کشور دیگه است. ایران یک کشوری است که باید راه نجاتش و رسیدن به دموکراسی رو براش پیدا بکنیم، دنبال بکنیم و به اون جایی برسیم که واقعا تا موقعی که عمر ما قد میده بتونیم بوی آزادی به مشاممون برسه. آقای دکتر نظر شما چیه؟ ببینید، من یک فصل از کتابم رو نوشتم بر اساس اینکه چه شکلی جنبش‌های بدون رهبر، رهبریت کاریزماتیک شکل می‌گیرن. و اگه از نظر تئوریک نگاه کنیم به این جنبش‌ها، این جنبش‌ها دو تا روند رو طی کردن. یکی روندی قبل از حدود 1973 بود که رهبران کاریزماتیکی مثل گاندی بودن، مثل مارتین لوتر کینگ بودن، و یک روندی که بعد از 1973 بود. و تغییر اتفاقی که افتاد این بودش که بعد از 1973 این مبارزات نافرمانی مدنی تئوریزه شد، روی کاغذ اومد، در کتاب‌ها اومد و دیگه اون موقع دیگه مردم میتونستن خودشون برن بخونن، آگاه بشن و راه رو پیدا کنن. لازم نبودش که یک گاندی بیاد بهشون بگه که حالا ما نافرمانی مدنی باید انجام بدیم. این یک تفاوت اتفاق بزرگی افتاد. و شما موقعی که به انقلاب‌های بعد از 73 نگاه می‌کنین، درسته که اشخاصی هستن که چهره اون انقلاب‌ها هستن، ولی این اشخاص دیگه اون رهبر کاریزماتیکی نیستن که گاندی بودش. حتی شما موقعی که حتی خود ماندلا هم که نگاه می‌کنین، ماندلا در زندان بودش. ماندلا نافرمانی مدنی که در ده‌ها هزار روستا و شهر داشت در آفریقای جنوبی اتفاق می افتاد، اونو دیگه نمیتونست رهبری کنه، کنترل کنه، هدایت کنه به هیچ شکلی، فقط چهره بود. هابل هم به همین شکل بودش. اینا چهره هایی بودن که اون چیزی که رو کاغذ اومده بود و دیگه میتونستن خودشون برن مطالعه کنن، خودشون برن پشتش برن. و اتفاقی که افتاد در این جنبش ها، همیشه چند هزارها قهرمان اول به وجود میان در شهرهای مختلف، در روستاهای مختلف. این قهرمان ها کسانی هستند که میرن با شهامت و شجاعت نافرمانی مدنی انجام میدن. بعد این قهرمانان موقعی که اگه که اون هوشیاری رو داشته باشن، اگه دانش رو داشته باشن راجع به نافرمانی مدنی، در روستا و شهر خودشون میشن رهبر اون بخش، در حالا در شیراز گرفته، در جای مختلف گرفته. و اتفاقی که میفته در شهرستان‌های مختلف، ما رهبران متعددی داریم، ولی کسانی هستن که چهرهشون شناخته شده تر از دیگران هستن و اینها هستن که مطبوعات میبینن و اشتباهاً خیلی‌ها فکر می‌کنن که اینا رهبر هستن، در حالی که این جنبش‌ها اینقدر خودجوش هستن دیگه، مردم اینقدر هوشیار هستن، از هوشیاری دارن نافرمانی انجام میدن که دیگه رهبری لازم نیستش که بهشون بگین حالا برین چپ، حالا برین راست. در فرهنگ خود ما
ما خوشبختانه یک سری ابزار فرهنگی داریم مانند جشن‌های ملی که اینها خودشون زمانشون مشخصه. یعنی اون چیزی که در کتاب من سعی کردم بیارم اینه که فراتر از نوروز، امروز نوروز نگاه میکنین در پارسه، در شیراز، موقعی که سال تحویل میشه 10 سال پیش شاید 50 نفر 100 نفر اونجا بودن، امروز که نگاه میکنی چندین هزار نفر در پارسه بودن. هیچ رهبری نیومدش به اینو بگه که مردم نوروز بریم پارسه، یا اینکه مثلا جشن سده میتونیم چیکار کنیم یا تیرگان. زمانش مشخصه و مردم اگه خوشیار بشن که اینها بهانه ای هستش برای نافرمانی مدنی، بدون رهبری خود این جشن ها رو میتونن زنده کنن، از فروردینگان، اردیبهشتگان، خردادگان، تیرگان، چون که میدونن که زمانش کی هستش. فقط مکانش باید مشخص بشه، مکانش هم معمولا اون قهرمان هایی که در اون شهر هستن مشخص میکنن، یا اینکه منابع ملی یا جاهای جایگاه های ملی که در اون شهر هستش خود به خود مشخص میکنه که جاش کجاست، زمانش کجاست. و برای همین رهبر به اون شکلی که در قدیم ما در تصور داریم نخواهیم داشت. و این فکر میکنم برای اپوزیسیون خیلی مهمه، برای اینکه یکی از تئوریایی که من خیلی رد میکنم در اپوزیسیون هستش اینه که ما باید اول بریم یک شورای رهبری یا یک آلترناتیو بسازیم و بعد این شورای رهبری به ما میتونه بگه که ما بریم نافرمانی مجنی انجام بدیم یا ندیم، یه تصمیم بگیره. من اینو رد میکنم، میگم نه، ما خودمون عقل خودمون خرد خودمون میتونیم استفاده کنیم، نافرمانی مدنی میتونیم انجام بدیم، شورای رهبری یا آلترناتیو هم احتیاج نداریم. اون راه کسانی که میرن تو این راه خود به خود قهرمانان و رهبران خواهند بود. حالا اگه شده 1000 نفر 10000 نفر، ولی موقعی که شما 100 نفر داشته باشین، هر کدوم رهبر 1000 نفر هستن، شما جنبش 100000 نفری دارین و خیلی راحت این جنبش میتونه به 1,000,000 نفر و بیشتر بره. من فکر میکنم که این که ما رهبر نداریم دیگه در آینده مطرح نخواهد شد، برای اینکه راه ما دیگه مشخصه. ما در دهه 60 و 70 راه مشخص نبود، یک سری مبارزه مسلحانه میخواستن، یک سری اصلاحات میخواستن، اصلا نافرمانی مدنی تو ادبیات پارسی وجود نداشت، این واژه. یعنی که شما به 57 که نگاه میکنین در سر مقالات و روزنامه‌ای که اومد واژه نافرمانی مدنی رو نمیبینید، برای اینکه این واژه در ادبیات سیاسی ما نبود. اون موقعی که رهبری ما می‌خواستیم نافرمانی مدنی انجام بدیم، برای این رهبر کاریزماتیک احتیاج داشتیم، مثل گاندی میمد میگفت نافرمانی مدنی. ولی امروز دیگه همه آشنا هستن، همه هوشیار هستن، فقط ما باید انجامش بدیم. این راهیه که برای انجام دادن سازماندهی میخواد و برای این سازماندهی کار میخواد. ما الان برای مثال نمیدونم وقت هست، رنسانس خیلی فعالیت کردیم در این یک سال. در این یک سال چالش‌های زیادی هم داشتیم، از هم جدا شدیم، چندین گروه گشت شدیم، هر کدوم برای نوزایی ایرانی، رنسانس ایرانی کار میکنه. یک سری هستن که برای رنسانس و در زرتشتیگری و دین بازگشت دین زرتشت میدن، ما نمیخواستیم به این شکلی با اونا همکاری کنیم. یا اینکه کسانی بودن که رنسانس و نوزایی و ضدیت با غرب و دموکراسی و مدرنیته میدیدن، ما اینچنین نمیدیدیم. ما شورای رهبری لازم ندونیم که ما رو با اونها بیاد با همدیگه یک همکاری کار مشترک ایجاد بکنه. ما خودمون کار راه خودمون میریم و اون شکلی که به خرد خودمون میرسه این راه پیش میریم و احتیاج نداریم که رهبری باشه به ما بگه که حالا برای نوروز یا 13 بدر یا چهارشنبه سوری چه شکلی نافرمانی مدنی انجام بدیم. ممنونم از لطف و محبتتون. پس باید جشن‌های ملی و همینطور راجع به کتاب آقای دکتر صحبت بکنیم. اجازه بدید بریم به پیام‌های تجارتی نگاهی بکنیم، نفسی بکشیم و برگردیم. با شما هستم. برنامه اندیشه با دوستان رو تماشا می‌کنید، با ما باشید. گاه دیدار، برنامه ای از احمد رضا بهارلو، جمعه ها 6:30 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا.
آیا به دلیل کردیت بد از پیشرفت در زندگی باز مانده اید؟ با مراجعه به کردیت ریپر اسپشالیست به مدیریت آریان اقبالی، نویسنده و ناشر کتاب کردیت بهتر زندگی بهتر، با سالها تجربه با کردیت بد خود خداحافظی کنید و پنجره جدیدی از سازندگی و امید را به روی خود باز کنید. با تماس با کردیت ریپر اسپشالیست از همین امروز کردیت خود را بازسازی کنید تا به تمامی خواسته های خود از قبیل خانه، اتومبیل و دیگر احتیاجات مالی که تاکنون به دلیل کردیت بد افسوس آن را می‌خوردید دستیابید. همچنین توسط کردیت ریپر اسپشالیست می‌توانید از بدهی‌های سنگین خود خلاص شده و آن را به حداقل برسانید و تولد دوباره مالی خود را با آسودگی خاطر شاهد باشید. کردیت ریپر اسپشالیست فرشته نجات شما از کردیت بد و بدهی‌های سنگین. 1-800-516-1182 1-800-516-1182. اگر کار میکنید و شاغل هستید، پس چرا با پرداخت اجاره خانه پول خود را دور میریزید؟ شما میتوانید با پرداخت مبلغی بسیار کمتر از اجاره صاحب خانه خود شوید و مالک 100% ارزش افزوده سالیانه خانه خود باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در کلر ویلیامز ریلتی تماس بگیرید. 1-800-992-823-15 1-800-992-823-15. اگر کار میکنید، پس چرا با پرداخت اجاره خانه پول خود را دور میریزید؟ دکتر رادنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال در زمینه‌های تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. شماره تماس 866-570-70. آیا می دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران مرتباً در حال تغییر هستند؟ در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می باشد. قبل از هر گونه مبادلات مالی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 و یا 415-656-5178. ساختن آینده ایران وظیفه و مسئولیت تاریخی همه ماست. آینده ایران با حسین لاجوردی. تهیه و اجرا بهمن فتحی. دوشنبه ها 10:30 به وقت لس آنجلس از شبکه جهانی اندیشه. برنامه اندیشه با دوستان رو تماشا میکنید. دو مهمان بسیار عزیز دارم، آقای دکتر امیر فصیحی، دکتر طب هستن، اولا خدمتتون بگم که، و همینطور آقای رضا گوهرزاد. از انتخابات آمریکا شروع کردیم، هم رفتیم جلو، به نکاتی رسیدیم که برای من بسیار جالب بود. آقای فصیحی کتابی دارن راجع به اعیاد، تا اونجا که من احساس کردم، اعیاد ملی ما و اعیادی که در تاریخ ما هست و جزء فرهنگ ماست، و تا اونجا که حس کردم آقای دکتر عقیده دارن که اگر ما این اعیاد رو، این جشن ها رو به درستی بگیریم و فرهنگ قدیمی خودمون و تاریخمون رو زنده بکنیم، میتونیم در مقابل دیکتاتوری مذهبی بیستیم. البته موقعی که آگهی ها پخش میشد، تلفن هامون هم همه میخواستن صحبت بکنن. اگر صحبت ما به جایی رسید که بتونم وقتی گیر بیارم، با کمال میل تلفن ها رو هم باز میکنم. ولی الان بگذارید این نکته حساسی رو که آقای دکتر فرمودن یک کمی روشنش بکنیم و بیایم ببینیم که واقعاً
این اعیاد ما، این جشنهای ما، این فرهنگ غنی ما تا چه اندازه میتونه در مقابل دیکتاتوری مذهبی بیسته. آقای دکتر توضیحات بیشتری میخوام ازتون و همینطور نظر آقای گوهرزادم میخوام. بفرمید. آقای گوهرزاده بشنم، من اینکه هیچ وقت نتونستیم با هم گفتگوی درستی راجع به اینا داشته باشیم. ببینیم موقعی که ما به جشنهای ملی نگاه میکنیم، جشنهای قدیم نگاه میکنیم، اولا ما از یک فرهنگی میایم، ما باید اینا در نظر داشته باشیم که ما یک ملت بزرگی هستیم، با یک تاریخ بزرگی داریم و با یک فرهنگ غنی داریم و این فرهنگ اگر که شما بهش نگاه کنید یک زیبایی‌های خاصی داره و یکی از این زیبایی‌ها این ارزش‌هایی هستش که در فرهنگ ما بافته شده و یکی از این ارزش‌ها مانند شادزیستی هستش. کنار این ارزش‌ها ارزش‌های دیگری هستن مانند دهشمندی، مانند آبادسازی، مانند خردگرایی، دادگری. اینها رو موقعی که نگاه می‌کنید در فرهنگ غنی قدیم ایران سر تا سرش هستش. شما کنار این فرهنگ، هر فرهنگ قدیم هم شما باید در نظر داشته باشین که فرهنگ خرافات هست، اعتقادهای قدیمی هستش که اینها بخشی از اونها هستش. موقعی که شما میخواین یک جشن قدیم و زنده بکنید، باید سعی بکنید تا اونجایی که میتونین این جشن رو در دنیای امروز و با برای نیازهای امروزی و با خرد و دانش امروزی زنده بکنید. و مهمترین کاری که برای این جشنها ما میتونیم انجام بدیم در این زنده کردن اینها، این هستش که این جشنها رو به نو و برای دنیای مدرن زنده کنیم. و چند تا راه مهم هستش در این راه، در این کار. یکی اینه که شما موقعی که جشن‌ها رو زندگی می‌کنید، این جشن‌ها در دوران ساسانیان به اوج خودشون میرسن و این جشن‌ها رنگ و بوی دینی به خودشون میگیرن، حتی نوروز ما. و ما کاری که کردیم در طی سال‌ها، قرن‌ها، بعضی از این جشن‌ها رو برای اینکه جشن ملی بکنیم و زنده نگه داریم، عقاید دینی مذهبی از اونها جدا کردیم، مانند نوروز، و تبدیلشون کردیم به جشن ملی. این کارو حتی پیش از این با جشن یلدا هم کردیم. شما موقعی که به پیشینه جشن یلدا نگاه میکنیم، بسیاری از عقاید دینی و متافیزیک درونش بودش که در اون دوره بوده و امروز شما نمیبینید در جشن شب چله یا یلدا عقاید دینی رو. این کارو ما با چهارشنبه سوری هم کردیم، با سیزده بدر کردیم، ولی متاسفانه با جشن‌های دیگه این کار ما انجام ندادیم. برای مثال جشن سده یا جشن تیرگان، جشن مهرگان. امروز بسیار این جشن‌ها رو فقط هموطنان زرتشتی ما جشن می‌گیرن به عنوان آیین‌های زرتشتی. ما در کتاب و در رنسانس، اون بخشی از رنسانس که این نشان کتاب رو درونش میبینین، نشان شیر، اون کسانی که این راه رو نخواستن بیان و سعی کردن میخواستن دین زرتشت رو نگه دارن در جنبش، من این پروانه رو بهشون ندادم با پوزش که از این نشان استفاده کنم، برای اینکه این نشان باید برای جشنهای ملی باشه، فرا از دینی و برای هر انسانی، هر ایرانی، فرا از عقاید دینی مذهبی. ما کاری که کردم در این کتاب، این جشن‌های ماهانه ما، فروردینگان، اردیبهشتان، خردادگان، تیرگان، و هر کدوم رو ریشه‌های عقیدتی و سمبولیک و فرهنگیشون رو اول باید توضیح داده می‌شد و دوم باید به این پی می‌بردیم که به چه شکلی می‌تونیم این جشن‌ها رو برای نیازهای امروزی زنده کنیم. نیازهای امروزی ما چند تا هستش. یکیش، مهمترینش، مبارزه با جمهوری اسلامی هستش. یعنی باید نگاه کنیم که هر جشنی به چه شکلی میتونه ابزاری باشه برای ما در راه مبارزه، و دوم اینه که این جشن چه شکلی میتونه برای منافع ملی ما مفید باشه. آیا این جشن میتونه کمک کنه برای آبادسازی یک روستا؟ آیا این جشن میتونه کمک کنه برای مردمی که تحقیر شدن، افسرده هستن، شادی در زندگیشون بیشتر به وجود بیاد؟ آیا این جشن میتونه در یک جامعه‌ای که بافت اخلاقی و اجتماعیش از بین رفته دهشمندی ایجاد کنه؟ شما به تمام جشن‌های ایرانی نگاه میکنید، یک فلسفه زیبایی پشت هر کدوم هستش که پشت در این فلسفه شما شادزیستی میبینید، آبادسازی میبینید، دهشمندی میبینید، حتی دادگری در این جشن‌ها دیده میشه. تمرکز زیادی هستش روی پاکیزگی آب،
آب، خاک، عنصر آتش به عنوان پاکی و حقوق بانوان یا در جامعه جشن سپندارمذگان برای مثال یا جشن خردادگان، اینها سوژهشون بانوان هستن یا آبانگان حتی، اینها ابزاری هستن برای دنیای امروزی ما که ما نمیتونیم نادیده اینا رو بگیریم، باید ازشون استفاده کنیم، باید اینا رو زنده کنیم، ولی به عنوان جشنای ملی، نه جشنای دینی زرتشتی. تا اونجا که من درک کردم اینه که این جشنها اصولا یک جشنای ملی هست و هیچ ارتباطی با هیچ دینی و مسلکی به اون چه که دست و پاشو میگیره و خرافاتشو داره نیست. و همینطور نکته بسیار جالبی رو که شما فرمودید در مورد اینکه این جشن‌ها، خود این جشن‌ها داره یک عاملی میشه برای مبارزه با دیکتاتوری، همینطوری که امروزه این ایرانیان در سراسر جهان نوروز را آنچنان با شکوه برگزار میکنن که هنرهای بسیار درش میاد و دنیا نوروز رو فهمیده. خود چهارشنبه سوری یک دهنکجی و یک مبارزه است در مقابل حکومت دیکتاتوری دینی و همینطور سیزده بدر و این کوششی که مردم برای شاد بودن همطور که شما گفتین انجام میدن. آقای گوهرزاده عزیز، شما در این باره چه فکر میکنید؟ والا من نه سازماندهی سیاسی هستم، نه هرگز در زندگی تلاشم این بوده که به عنوان یک سازمانگر سیاسی حرکت بکنم. من یک کنشگر اجتماعی و یک روزنامه‌نگار هستم، یعنی در نهایت یک کنشگر اجتماعی هستم برای مسائلی که برای جامعه ما اهمیت داره، به ویژه در زمینه حقوق بشر، ولی به سبب کار روزنامه‌نگاری این دوتا رو با هم پیوند میدم. من چون کار سازماندهی و مدیریت یک کشور رو برای اینکه بتواند حکومتی رو جابجا بکنه، از لغت سرنگون هم حتی استفاده نمی کنم برای که معنی خودشو داره، جابجا بکنه، کنار بذارد، بیاید روی کار خود بخون. من باورم این استش که این جشنها می تواند راهی برای مخالفت با حکومت و نزدیک شدن و همپیوند پیدا کردن مردم ایران باشد، ولی من از واژه مبارزه برای این جشنها استفاده نمی کنم برخلاف شما، چون جشن کاری به از مبارزه نمیکنه. شما یک روز در 13 بدر میایین بیرون و تموم میشه میره. نوروزتون هم 13 روزه. مهرگان هم خیلی برگرده به سالهای گذشتهش، میتونه 12 روز باشه. چه چیزی از درون این میتونه بیرون بیاد؟ مخالفت مردم در چهارشنبه سوری با حکومت یا به قول شما دهنکجی، مسئله مخالفت هست. تبدیل این مخالفت به مبارزه، اون یک فرمولی رو یا راه حلی رو سازمان سیاسی نگاه. دکتر وسیع باورش این است که خود به خود در بین مردم به وجود میاد در گذر زمان و رهبری رو از درونش میگیره. من نه با این مسئله موافقت دارم نه مخالفت، برای اینکه اصلا کارم سازماندهی سیاسی یا مطالعه هم در این زمین نیست. من نگاهم این استش که یک جامعه ارزش‌های والای خودش رو تنها میتونه ازش بهره بگیره برای اینکه پیوند و همبستگی خودش رو بیشتر بکنه در برابر حکومتی که تمامی اون ارزش‌ها رو زیر پا می‌گذاره. ولی آیا ملتی که می‌آید و جشن سیزده بدر، نوروز، مهرگان، نمی‌دونم آبانگان اینا رو جشن می‌گیره، آیا اینها رو می‌تونه فرموله بکنه برای جابجا کردن یک حکومت و یا در نهایت گذر از یک حکومت؟ این رو باید کسانی که سازماندهی سیاسی هستن و به ویژه خود آقای دکتر فصیحی که این رو یک راه حل میدونن باید بگن که با این راه حلی که مردم میان این جشن رو میگیرن، فردای جشن سیزده بدر، فردای مهرگان کوچک، مهرگان بزرگ چه خواهد شد؟ چون بزرگترین جشن سیاسی ما عمده بخش سیاسی داره مهرگانه، که مهرگان حالا بخشای فرهنگی و بخشای مسائل بذاریم کنار، یکی از حالا نمادهاش نمادهای مبارزه و در زمان گذشته بوده، ولی چگونه میتوان این رو تبدیل کرد؟ من پرسشم این است که آقای دکتر فصیحی، من نه در این زمینه نه ادعا دارم نه وارد این بحث میتونم بشم اصلا، یعنی به خودم اجازه نمیدم که وارد این بحث بشم. خب قبل از اینکه از آقای دکتر فصیحی خواهش بکنم که راجع به این مطلبی که آقای گوهرزاد گفتن توضیحاتی بدن، از اتاق کنترل خواهش میکنم تلفن ها رو باز بکنید، وقتمون خیلی کمه.
اما در همین وقت کم اگر دوستانمون خواستن که صحبت بکنن با کمال میل نظریاتشون رو میشنویم. اجازه بدین آقای دکتر فصیحی مطلب رو ادامه بدن، توضیحاتشون رو بدن، بعد با دوستانمون روی خط صحبت میکنیم. آقای دکتر بفرمایید. جناب گوهرزاد مشکلات درستی رو اشاره کردن و پاسخ به اینها چندین جلسه میبره. من سعی میکنم خیلی فشرده بعضی از سوالها رو پاسخ بدم. اولا اینکه اگر که ما فقط جشن نوروز و سیزده بدر مهرگان رو داشتیم این کار شدنی نبود، سخت‌تر بود. بوده در تاریخ مبارزاتی که فقط با یک جشن آغاز کردن و با یک جشن تونستن یک جابجایی سیاسی یا یک سرنگونی سیاسی کنن و اون مثالش هم در کشوری هستش به نام استونیا. استونیا اونجا یک جشن داشتن یک بار در سال، جشن بهار، جشن آواز هستش که امکان داره که این جشن هم ریشه هاش جشنه از اقوام آریایی میاد، برای اینکه اونها هم یک سری ریشه های آریایی دارن در اون شمال شرقی اروپا. این جشن آواز موقعی که در استونیا برگزار میشد زمان شوروی، ما باید در نظر داشته باشیم که زمان شوروی استونیا تحت اشغال بود به شکلی که یه مقدار شبیه اون شکلی که در ایران هست امروز. ما امروز جمهوری اسلامی باید به عنوان یک حکومت اشغالگر که علیه دشمنی داره با فرهنگ بومی اون سرزمین نگاه کنیم، همون شکلی که شوروی مشکل داشت با فرهنگ بومی استونیا. موقعی که مردم استونیا در جشن آوازشون شروع کردن شرکت کردن در دهه 1970، چند هزار نفر جمع می شدن در یک دشتی، این جشن دیرینه‌شون رو آواز می‌خوندن. هیچ چیز رنگ سیاسی نداشت، قرار بود نبود باشه، یک جشن کاملا فقط فرهنگی بود. ولی یک اتفاقی افتاد در یکی از اون سالها، موقعی که چند هزار نفر جمع شده بودن، آخرین آوازی که می‌خونن در این جشن آواز ملی استونیا بودش که این آواز رو از استالین قدغن کرده بود. یعنی شما اونجا اتفاقی که میفته، شما موقعی که یک کاری رو انجام میدین که قدغن هستش، شما باید شما دارین خط قرمز رو میگذرونین و نافرمانی مدنی دارین انجام میدین. اگر که این نافرمانی مدنی اتفاق بیفته و مردم حمایت بشه به اون شکلی که در استونیا اتفاق افتاد، سال بعدش در همون جشن تعداد اشخاص چند برابر شده بود و بعد از 5-6 سال اون جشنی که یک بار در سال بود به یک جایی رسید، یعنی یک کشور 3 میلیونی 300 هزار نفر جمع شدن اونجا و شروع کردن آواز خوندن. فقط اتفاقی که افتاد در این جشنی که یک بار در سال بودش، این 300 هزار نفر موقعی که یک جا جمع میشن در جامعه شهامت به وجود میاد، در جامعه مردم یک دفعه بیداری و هوشیاری به وجود میاد. خود اون جشنه کاری نمیکنه، ولی یعنی اون سرنگون نمیکنه، ولی موقعی که 300 هزار نفر جمع میشن، مردم انقدر شهامت پیدا کردن که در همون فردای اون روز رفتن آنتن صدا سیمای استونیا رو بستن، دیگه شوروی نتونست از تلویزیون استفاده کنه، رفتن مجلس رو گرفتن، رفتن جاهای ملی رو گرفتن. ما اگر که به جشنهای ما نگاه کنیم، برای مثال همین نوروز در پارسه، شما میبینید که داره یک جوشی در جامعه به وجود میاد. شما نوروز داره به عنوان یک چیز فرهنگی تبدیل میشه به یک جشنی که مردم میتونه به همدیگه هوشیاری بیاره، بیداری بیاره، شهامت ایجاد کنه. مشکلی که ما داریم امروز اینه که ما بعد از جشن نوروز و سیزده بدر که جمهوری اسلامی سخت داره سعی میکنه سیزده بدر رو از بین ببره، حتی دستور داده در صدا سیما واژه سیزده بدر استفاده نشه، همون شکلی که سوری استفاده نمیشه، و سعی میکنن که این جشن رو از بین ببرن. ما هدفمون این باید باشه که برای اینکه این موج ایجاد بشه در جامعه، بعد از سیزده بدر بگردیم نگاه کنیم ببینیم که ما جشن فروردینگان داریم در 19 فروردین، بعدش جشن اردیبهشتگان داریم در 2 اردیبهشت، جشن خردادگان داریم در 6 خرداد. این جشن ها چه عنصری هستش که درشون مهمه؟ اگر جشن خردادگان عنصر پاکیزگی آب درشون مهمه، آیا ما نمیتونیم یک نافرمانی مدنی در کارون یا در جای دیگه ای داشته باشیم و خودمونو به یه شکل دیگه پس از نوروز نشون بدیم؟ آیا موقع که تیرگان میان نمیتونیم یه کمپینی داشته باشیم بگیم آب پاشی به جای اسید پاشی و این نمیتونه در جامعه اکسان عملایی نشون بده؟ و آیا بعد از اون نمیتونیم ما امردادگان و شهریورگان رو زنده کنیم برای یک
بهانه دیگه ای و بعد بریم مهرگان. و اگر که ما بتونیم این موجو ماه ماه به ماه زنده بکنیم، خیلی سریعتر از اون استونیایی که یک بار در سال بیشتر بهانه نداشتن، ما میتونیم این موجو در جامعه ایجاد کنیم. جشن های ملی ما سه کار مهم انجام میدن. یکی این که از نظر روانشناسی به ما اون اعتماد به نفس رو میدن، ما رو از حالت ترس در میارن، کمتر میکنن ترس رو، برای اینکه فضایی ایجاد میکنن که فضا برای سرکوب یه مقدار سخت‌تره برای مانند نوروز یا سیزده بدر. دوم این که ما یک پیام فرهنگی داریم میفرستیم، ما میگیم که ما داریم میخوایم فرهنگمون رو به اون شکلی که میخواهیم عوض بکنیم و این نافرمانی مدنی فرهنگی داریم ایجاد میکنیم. سوم اینه که بافتای اجتماعی که از بین رفته رو دوباره ایجاد میکنیم، همسایه‌هاش دوباره فعال میشن، با هم دیگه کار میکنن، با هم دیگه اون شوق اشتیاق سیاسیشون این بار در جشن‌ها به وجود میاد. و آخر از همه نافرمانی مدنی هستش و خلاقیتی که ایرانیان باید نشون بدن در این جشن ها، اینه که باید هر جشنی رو اون خط قرمز نظام رو مشخص کنن، ببینن که اون خط قرمز نظام در اون جشن چی هستش و اون خط قرمز رو با نهایت مدنیت و انسانیت بگذرونن و به جهان نشون بدن که این خط قرمز رو گذروندن و نافرمانی مدنی انجام دادن. و این میتونه در جامعه یک موجی ایجاد بکنه که فرا از این جشن‌ها و تغییر فرهنگی، عوامل سیاسی میتونه داشته باشه، حتی آبادسازی و اقتصادی میتونه داشته باشه و از نظر روحی روانی بسیار میتونه کمک کنه برای ما. ممنونم از لطف محبتتون. اولا تمام خطوط ما اشغاله و من فقط حد اکثر 10 دقیقه وقت دارم که صحبت بکنم. از بینندگان خواهش میکنم کوتاه صحبت بکنن، حتی از مهمانامونم خواهش میکنم کوتاه جواب بدن برای که بتونیم با تعداد بیشتری صحبت بکنیم. و خواهش میکنم وقتی که سوال میکنید بفرمایید که سوالتون از کدوم یک از این دوستان ما هست. رو خط 1 میرم، بفرمایید. خواهش میکنم. درود بر شما. بفرمایید. من میخواستم صحبت کنم اگه امکانش هست. بفرمایید، سوالی اگر دارید بفرمایید. بله، من در رابطه با آقای امیر فصیحی میخوام صحبت کنم. بفرمایید، خواهش میکنم. من یه تناقضی در صحبتشون میبینم. کوتاه صحبت بفرمایید با کمال. شما نگاه کنید، آقای امیر فصیحی از یه طرف معتقد به این هستن که ما باید برای اتحاد ایجاد کردن بین مردم و خودمان به گذشته برگردیم و جشنامون رو فلان کنیم بیسان کنیم. از یه طرف معتقد بیادن که دوران رهبر کاریزماتیک گذشته و این مردم هستن که باید خودشون چیز کنن، از طریق تشکلهای کوچیک بزرگ بشه فلان بشه. اما من صحبتم اینه، شما فراموش نکنید که جامعه ما علارغم میل ما چیز داره، تمام این اتفاقی که جمهوری اسلامی در بینش وجود آورده، سنی شیعه چپ راست اینا روی این مسائل متاسفانه، منم میگم متاسفانه، نمیتونن بیان با هم دیگه اتفاق نظر داشته باشن. فراموش نکنید موقعی که متحری میاد سخنرانی میکنه میگه مردم فلان فلان شده ما برای چانسه به سوری این کار میکنن، هیچ صدایی در جامعه ایران بلند نمیشه، این مردم با اینه. حالا من سوالم اینه که شما چرا چطور میشه نمیتونید مبلغ این باشید که آقا ما میتونیم با حقوق بشر با دموکراسی بدیم به جنگ این حکومت که هم سنیش موافقه با حقوق بشر دموکراسی، هم شیعهش، هم چپش، هم راستش، اینا رو باید فقط فراموش نکنید. ممنونم ازتون، بفرمایید چون وقتمون کمه. نکته‌ای میخوام اشاره کنم. بفرمایید سریعتر. این احزاب، این تشکل، این آفریقای جنوبی یا برمه، اینا همه اگه توافقای بین المللی نبود هیچ کدوم از اینا امکان جلو رفتن نداشتن. شما نگاه کنید اگه شرکت‌های بزرگ با آفریقای جنوبی با کنگره ملی آفریقا و نلسون ماندلا معامله نکرده بودن قدرت رو بهش تعویض نمی‌کردن. همینجوری که خانم کلینتون رفت برمه و چند ساعت با خانم آسانسوچی که توی حصر بود. ببخشید من معذرت میخوام، اجازه بفرمایید، من عذر میخوام برای اینکه خواهش کردم که کوتاه صحبت بکنیم، من وقتم خیلی کمه و مطلبتون رو من کاملا متوجه شدم و نظر خودم رو بدم. اون چرا که آقای دکتر گفتن، اون چرا که ببینیم با همدیگه تضادی ندارن، یعنی این دلیل نمیشه که اگر احتمالاً میگن جشن‌ها رو نظر ایشون اینه که محترم نگه داریم و با شکوه برگزار بکنیم که اثرگذار باشه، احتمالاً همون مطلبی رو که شما گفتین از نظر دموکراسی و اینها. ببخشید میرم رو خط بعدی برای اینکه وقتمون خیلی کمه. بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما. بفرمایید، کوتاه عزیزم، کوتاه بفرمایید. بله متاسفانه
این مشکل داریم که وقتی شما برنامه میذارید بر اون مهموناتون هر چقدر میخوان صحبت میکنن، ولی وقتی ما میخوایم نظرمونو بگیم باید کوتاه بگیم، چون آخر برنامه تلفونا رو باز میکنیم. من میخوام به آقای دکتر بگم که اولا درجه دکتری شما همونطور که خودتون هم میدونید هیچ ربطی به این محبتی که میکنید وارد جامعه شدید میخواین یه خدمتی کنید زیر اسم رنسانس یا هرچی به هم دیگه ربطی نداره، ولی چون دکتر هستید میخوام اینو به شما بگم که آبل مرغون یه بیماریه که رو عصب اثر میذاره و تو بدن برای همیشه میمونه و وقتی عصب ضعیف میشه دوباره میزنه بیرون به نام شینگر. خب شما اینجا برمیگردید میگید که ما فقط میخوام جمهوری اسلامی رو ببین ببریم. شما در نهایت بی نهایت و در نهایت در اشتباه هستید. تا وقتی که اسلام از ایران نره از این گروه ها بازم هستن. تاریخ رو نگاه کنید، اسلام هی قدرتمند شد هی ضعیف شد. عزیزم اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید، بنابراین اجازه بدید خواهش میکنم. شما از وقتی که خانم کاندلیز رایس یه پولی گذاشت که با هم بسازیم ولی نابودی هم دیگر نخواهید، شما هم مثل قارچی ها اومدید بالا. ما ملت ایران احمق نیستم، سپاسگزارم. مرسی، ببخشید من میرم رو خط بعدی. برای اینکه من چند تا فشرده میتونم چند تا پاسخ سریع بدم. یکی این که گفتن راجبه این که جشن ها از قدیم اومده، من به شدیداً مخالف باستانگرایی هستم. ما به هیچ وجه نباید گذشته رو زنده کنیم، ما باید از گذشته درس میآموزیم و از نمادها و فرهنگ گذشتمون استفاده کنیم برای ساخت این ساختمونی که میخوایم در برای آینده. دوم این که دموکراسی و حقوق بشر اهداف ما هستن، آرزوی ما هستن، راه مبارزه نیستن، ابزار مبارزه نیستن. نمیتونین شما دموکراسی به دست بگیرین برین علیه حکومت سرکوبگر بیستین. شما باید یا با نافرمانی مدنی برین جلو یا باید با اسلحه برین جلو، یا اینکه مماشات و همکاری و مشارکت مانند اصلاح طلبا برین جلو. این سه راه بیشتر نیستش. و اینکه ما نافرمانی مدنی امروز راه درستی انتخاب کردیم، این دیگه خیلی ساده است، غیر از این نمیشه راه دیگه. دموکراسی راه نیستش، دموکراسی هدف آرزوی ما هستش. حقوق بشر آرزوی ما هستش که تمام شهروندان ایران از یه حقوق حقوقی برخوردار باشن. برای همین من یه سری این مقدار این دوستان ما که صحبت کردن مقدار تناقض در صحبت‌های اونا می‌بینم. من تناقضی در صحبت خودم تا اونجایی که شما اشاره کردین من تناقضی نمی‌بینم. بله کاملا درسته. وقتمون خیلی کمه، بفرمایید خواهش می‌کنم. اجازه بدید من 30 ثانیه صحبت کنم. 30 ثانیه من وقت گرفتم. بله من اجازه بدید 30 ثانیه تو یا برنامه راجع به 28 مرداد کودتا شاه مصدق یا اینکه این آقای دکتر درباره پس 13 به در مردم میخوان حکومت رو سرنگون کنن، این آقای دکتر خودشون باید برن پلی روانشناس. ممنونم ازت. بله من اینجا توضیح بدم، شما موقعی که به پارسه و شیراز نگاه میکنین جشن نوروز، اگه که این دوستان اون جشن رو دیده باشن این سوالا رو نمیکنن و من یا باید دانش و آگاهی اونها رو زیر سوال ببرن یا صداقتشون رو زیر سوال ببرن با این پرسش هاشون. و من توضیحات کامل رو دادم و فکر میکنم باید یه مقدار صداقت این دوست شنونده رو من زیر سوال ببرم اینجا. ممنونم ازتون. اجازه بدین خط کار میکنم آخرین خطمون باید باشه، برای اینکه من میخوام آخرین پیام ها رو از مهمانم داشته باشم. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید خواهش میکنم. جناب کاردان سلام عرض میکنم. سلام از من. در یک مورد خیلی 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 مهم با آقای دکتر فصیحی مشترک فکری دارم، یعنی میتونم ایشون رو تاییدشون بکنم به دلیل اینکه ایشون فرمودن دنبال رهبر نمیگردیم. این خیلی خیلی حرف مثبت و منطقیه، چون ما رهبرها رو در 37 سال گذشته آزمایش کردیم و من فکر میکنم که هیچ کدوم ما دیگه امیدی به رهبر و رهبرسازی و شورا و اینا نخواهیم داشت. اینی که فرمودن از طریق مردم و توی همین مردم میشه رهبر پیدا کرد بسیار منطقی و قابل ارزشه، چون با این تکنولوژی امروز، با این سیستمی که مردم با همدیگه چجور راحت میتونن ارتباط پیدا بکنن حتی با سلفون خودشون، توی ارتباطات جمعی میشه راه پیدا کرد و برای اون هدفی که انسان ها میخوان دنبالش برن میشه آدمایی رو همفکر خودش
هر جایی رو پیدا کرد و هر هدفی رو به نتیجه رسوند. ممنونم ازتون، خیلی ممنون از لطف و محبتتون. اجازه من توضیح بدم که اون دوست ما گفتن که برنامه رو مصاحبه میکنید و بعد به ما وقت کم میدید، که برنامه رو مهمانان عزیزی که عقاید مختلف دارن و به ما آگاهی میدن راجع به مسائل مختلف برنامه اجرا میکنیم، بعدم نظر شما رو میخوایم. ما برنامه اگر بخوایم تمامش رو به نظریات بدیم، هنوز چیز عنوان نکردیم که از شما بخوایم که نظریاتتون رو بدید. 3 دقیقه دیگه وقت داریم. من اول از آقای گوهرزاد عزیز میخوام آخرین نظرشون رو راجع به انتخابات بدن، بعد از این ماجرایی که اتفاق افتاد و آقای ترامپ بالاخره همه چیز رو برد، حالا بعدش کجاست که باید تکلیف دیگران رو تعیین کنه؟ ببینید صدای شما رو من آقای کاردان اصلا نشنیدم، برای اینکه قطع و وصل میشد، ولی من توانستم متوجه بشم که شما پرسش رو این است که پس از این مرحله چه خواهد شد. کاملا درست. پس از این مرحله همونطور که بنا به برنامه ریزی هست، ببینید اینا آمریکایی واژه‌های خیلی متفاوت دارن، میگن نامزد احتمالی حزب، هنوز نمیگن نامزد قطعی حزب. به این ترتیب باید هفته آینده ایالت‌های نبراسکا و وست ویرجینیا و بعد واشنگتن و بعد کالیفرنیا و همینطوری نیوجرسی و نیومکسیکو و دورتاکوتا بیاد تا به 5 جولای برسه، یعنی 14 جولای تموم میشه، یعنی واشنگتن دی سی است. در 5 جولای این جمع‌بندی ها میشه، چون دیگه در اونجا صفر باقی مونده، اعلام میکنن که 1000 اتفاق میتونه بیفته، ولی روند طبیعیش این است که در اون روز اعلام میکنن که چه کسی، که البته دیگه از حزب جمهوری خواه خود به خود آقای ترامپ، فقط عدداش رو اعلام میکنه. آقای ترامپ از فرد امروز مبارزش رو با خانم کلینتون آغاز میکنه، یعنی تمام شعار مبارزاتیش تغییر میکنه، روند مبارزش هم تغییر میکنه. حتی تا به امروز ایشون پول شخصی گذاشته، از امروز به بعد خواهد رفت دنبال گردآوری پول، برای اینکه با اون باید بتونه در این مدت دوام بیاره. روش و پلتفرم و همه این چیزا عوض میشه، تمام چیزا. در مورد دموکرات هم همین حالته، اونها هم میرن تا اون هفته‌ای که برسن تمام اون روز، تا اینکه یکیشون از اون دو تا عدد. دموکرات‌ها مشکل اساسی که بینشون هست که اگر به عدد واقعی نگاه کنیم، خانم کلینتون و آقای سندرز با هم فاصله زیادی ندارن، کمتر از 300 تاست، و برای همین هم از آقای سندرز نمیخواد بجه. ولی رأی بزرگان حزبی که 520 تاست، اعلامش کردن ولی اهداش نکردن، اون خانم کلینتون رو میبره به سوی اینکه نماینده این حزب بشن برای انتخابات. ولی در ماه جولای، 2 هفته آخر ماه جولای، کانونشن هر دو حزب پی در پی تشکیل میشه و در اونجاست که نامزدی یک حزب به طور رأی قطعی از سوی نمایندگانی که در اونجا هستن، که از بیان مردم هستن، اعلام میشه و در روز پنجشنبه شبش اون فرد میاد و آخرین حرفش رو میزنه و جشن و شروع پایگاه فردا صبحش که بعد انتخابات مبارزش با خانم کلینتون یا آقای ترامپ با یکدیگر و هر کسی که انتخاب میشه ادامه پیدا کنه تا ماه نوامبر. در بینش مناظره های انجام میشه و بعد از مناظره هاست که به نوامبر، اولین سه‌شنبه نوامبر میرسیم و رأی گیری. ممنونم از لطف و محبتتون آقای دکتر فصیحی عزیز. امشب مطالبی رو عنوان فرمودید که برای من بسیار جالب بود و امیدوارم در برنامه‌های دیگه هم حضور پیدا بکنید، محبت بکنید که این ادامه بدیم این قضیه رو. و به هر حال نظر شماست، نظر شما بسیار محترمه. اینه که ما باید جشن‌هامون رو گرامی بداریم، نظر منم هست، بسیار زیباست. اینکه چگونه میتونه یک دونه مبارزه مدنی بشه جای سوال بسیار داره که میگذاریم برای برنامه‌های دیگه، برای اینکه من از زمان برنامه هم وقتمون گذشته، عذر میخوام از دوستایی که روی خط هستن. آقای دکتر، آخرین کلام شما رو میشنوم. من فقط میخوام یادآور بشم که در این مبارزه‌ای که در پیش داریم، مبارزه علیه جمهوری اسلامی که یک حکومت اشغالگر هست، ما نمیتونیم ابزار فرهنگی خودمون رو نادیده بگیریم. باید ابزار فرهنگی خودمون رو، قدرشون رو بدونیم، با ازشون استفاده ای تا اونجایی که میتونیم انجام بدیم در راه درستی، در با نیکی، با
با اخلاق درست، با انسانیت، با احترام، با این شکلی که بزرگی مردم ایران رو نشون بده، بزرگی و فرهنگ ایران رو نشون بده و بزرگی این ملت و تاریخ ایران رو نشون بده. به هیچ عنوان نباید گذشته رو زنده کنیم، باید در مدرنیته زنده کنیم، برای حق مردم، برای رأی و تعیین حکومت آیندهشون، برای حقوق بشر در امروز. و اینکه ما حالا با سیزده به در نمیتونیم سرنگ کنیم، سیزده به درها و جشنها کمک میکنه ما توانمند بشیم و توانمندی جامعه اولین قدم هست برای نافرمانی مدنی ما در آینده. ممنونم علی تو محبتتون از آقای گوهرزاد، از شما.